سلام دوستان عزیز شکارچی و علاقمندان کانال من، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیروز یا پریروز ویدیو ضبط کردم راجع به ریلودینگ که نور و صدای اون فکر نمی‌کنم خیلی جالب شد، بنابراین احتمالاً این ویدیو رو حذف می‌کنم و یه ویدیو دیگه حالا بعداً راجع به ریلودینگ پر می‌کنیم. الان اینجا تو آفیس هستم و می‌خوام یه ویدیو راجع به بهترین برندها برندهای معتبر تفنگ شکاری خدمتتون ضبط کنم و براتون توضیح بدم. ببینیم بهترین تفنگ‌های شکاری چی هستن و ساخت چه کشورهایی هستن. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. تفنگ شکاری یک چیز خیلی کلاسیک و قدیمی هست. اصلا چیزی نیست که در امروز و فردا به وجود اومده باشه. از سالها پیش و از حدود یک قرن پیش در کشورهای مختلف ساخته می‌شده و برندها و شرکت‌های کوچک و بزرگ زیادی هستن که در این زمینه فعالیت می‌کنن. ولی به طور کلی از نظر شخصی خودم میتونم به این شکل بگم که بهترین تفنگ‌های شکاری ساچمه‌زنی ساخت ایتالیا هستن، زیباترین و خوش‌دست‌ترین و بهترین تفنگ‌های شکاری گلوله‌زنی ساخت آلمان هستن. این تقریباً به طور مختصر می‌شینه بگم، در حالی که خب برندها و تفنگ‌های خاص دیگه هم وجود داره، شرکت آمریکایی و شرکت خصوصی و افراد استادان تفنگسازی هم تفنگ‌های بسیار خوب می‌سازن هم در آمریکا هم در اروپا. ولی به طور کلی مینستریم رو بخوایم صحبت کنیم، شاتگان‌های ایتالیایی خیلی خوش‌دست‌تر، ظریف‌تر و قشنگ‌تر از شاتگان‌های مثلا آلمانی هستن. یه خورده شاتگان آلمانی سنگین و همچین گندن، ولی شاتگان‌های ایتالیایی خیلی ظریف‌تر و خوش‌دست‌تر. برعکسش از تفنگ گلوله‌زنی زیاد شرکت‌های ایتالیایی حرفی برای گفتن ندارن و میشه گفت بهترین تکنولوژی آلمانی هست و این شرکت‌ها حرف اول رو می‌زنن. شاید پیشروترین شرکت در زمینه تفنگ گلوله‌زنی در مثلا 20 سال یا 30 سال گذشته میشه بگیم شرکت بلازر هست. شرکت بلازر که من هم دو سه تا تفنگشو دارم، یک شرکت بسیار پیشرو است و نوآوری‌های بسیار جالبی کرد در زمینه تفنگ گلوله‌زنی. از جمله یه مدل تفنگ درست کرد در اواخر دهه 90 میلادی به نام R93 یا اوایل دهه 90 میلادی. R93-93 اشاره به سال ساخت این تفنگ هست. من یه دونه تفنگ R93 دارم، مدل سینتتیک هست، کالیبر 9.3x64 برنکه و بی نهایت تفنگ عالی هست و حالا اگه بعدم فرصت بشه از این تفنگ R93 مدل های دیگه هم خواهم خرید، حالا فرصتش پیش بیاد. این شرکت خیلی نوآوری جالب که کرد، این سیستم گلنگدن حرکت مستقیمش هست و دیگه اینکه خیلی تفنگ رو ماجولار میسازه که تو این تصویر میبینید و لوله و استاک و مونت تفنگ قابل تعویضه و بسیار بسیار ویژگی های جالبی داره. از جمله کارهای بسیار بسیار جالبی که شرکت بلازر کرده اینه که دوربین روی مستقیما روی لوله نصب میشه، نه روی ریسیور. اصلا ریسیور نداره این تفنگ. این چیزی که اینجا می‌بینید کپ فقط یه قسمت از چیز است، این ریسیور نیست، لوله داخل ریسیور قفل نمیشه، بنابراین دوربین مستقیما روی لوله نصب میشه. این بسیار بسیار دقت تفنگ رو بالا میبره و سیستم مونتش هم بسیار جالب است. سیستم مونت مخصوص خودش هست با دو تا شیار طولی روی لوله، اینجا این مونت میاد روی این نصب میشه و سیستم بی نهایت عالی است. در واقع شما یه تفنگ بلازر رو خوب بگیرید نو باشه اینا، شما میتونید 100% مطمئن باشید که این دقیق شلیک میکنه و شما هیچ مشکلی در نصب دوربین و اینها نخواهید داشت. یه نوآوری دیگه که باز این شرکت کرده و اونم خیلی جالب، آدم باید اینا رو دقت کنه یاد بگیره و خیلی تجربه میخواد تا اینو بفهمه، اینه که خشابش این بالا پایین که میره درست فشنگو میاره موازی لوله قرار میده و وقتی شما گلنگدنشو به سمت جلو فشار میدین این فشنگ فقط به سمت جلو حرکت میکنه، میره داخل خزانه، در حالی که اکثر تفنگای دیگه از جمله تفنگ معروف ماوزر اون فشنگ حالت اول اوریب میاد، نوکش میاد بالا و خم میشه، بعد تهش بعد راست بشه بعد بره تو خزانه. بعد این حرکت اوریبوار انجام بده تا از خشاب بیاد بیرون و وارد خزانه بشه. خب این یه خورده ممکنه مشکلات مکانیکی یا مشکلات دیگه به وجود بیاره، ولی در تفنگ R93 و مدل جدیدتر R8 این سیستم به این شکله که مستقیم تقریبا با حرکت مستقیم
فشنگ از خشاب وارد لوله میشه. این خیلی خیلی ایده جالبی هست. یه سیستم دیگه و یه نوآوری خیلی عالی دیگه که این فشنگ این اسلحه داره، این سیستم لاک گلنگدنش هست و گلنگدن مستقیم داخل لوله لاک میشه و داخل ریسیور لاک نمیشه، که بازم از نظر سیستم خیلی جالبی هست. قبلا تفنگای دیگه هم اینجوری بوده، ساور 202 هم اینجوری هست، ساور جدیدن 404 هم اینجوری هست و اینا مستقیم داخل لوله لاک میشن و یه نوآوری خیلی جالبی هست که دیگه گلنگدن داخل ریسیور لاک نمیشه، که بر لوله باید وارد ریسیور بشه و دقیقا تنظیم بشه و هد اسپیس که کانسپتی از قبلا توضیح دادم باید به دقت تنظیم بشه. این تفنگ در واقع اوتوماتیک هد اسپیس خودش رو تنظیم میکنه و خیلی خیلی این هم نکته جالبی هست. و همچنین این که اصلا ریسیور نداره، در واقع این تفنگ قسمتی که لوله رو داخلش فیت کنی نداره و مستقیم گفتم که گلنگدن داخل لوله قفل میشه. این قسمتی که اینجا هست فقط یه قسمت آلومینیومی سبک هست و این بالا قسمت گلنگدنش داخلی حرکت میکنه، حرکت مستقیم. ماشش هم بسیار جالب و دقیق هست و خیلی خیلی ماشه خوبی هست. سینگل استیج تریگر هست، سلک نداره، خیلی دقیق و عالی شلیک میکنه. شاید تنها ایرادی که بشه به این گرفت، اونم تا حدی من خودم مواجه با این نشدم، اینه که این گلنگدنش داخلش یه سری قطعات کوچیکی هست که اینا هی بالا پایین میره و چیز میشه و این میگن حالا اگر که مثلا جای باشه که زیاد گرد و خاک اینا باشه ممکنه وارد این بشه و اینا یه ذره کارکردش رو مختل بکنه. اینو من با خودم باهاش مواجه نشدم، نمیدونم واقعا هست یا نیست، ولی بلازر همه جا استفاده میشه و تفنگ خوبی است. یه مشکل دیگه که باز این سیستم‌های تفنگ و برندها و این شرکت‌ها دارن اینه که هر کدوم اینا هر تفنگی مثلا به هر خوبی که شد بعد از 5 سال مجبورن دوباره این قسمت مارکتینگ شرکت میگه خب حالا ببین یه چیزی به این اضافه کنیم، یه کار جدید بکنیم. یه تغییرات توی میدن که اون تفنگ بی‌نهایت عالی رو شروع می‌کنه خراب کردن. و این کار سر این تفنگ بلازر هم اومده. R93 که شاید بگم بهترین مدل این شرکت هست، سری جدید سال 2008 تغییرش دادن به R8. یه ذره گلنگدنش رو بزرگتر کردن، یه سری کار دیگه توش انجام دادن. ولی دیگه R8 و R93 قابل تعویض نیست. لوله‌هاشون و گلنگدنشون با هم قابل تعویض نیست. و یه کار دیگه کردن، اومدن این خشاب اون قسمت زیرش رو کردن پلاستیکی که میاد بیرون و بعد میره سر جاش و این اصلا کار جالبی نیست و سیستم تفنگ رو مختل می‌کنه. من خودم اون از تفنگ R8 هم دارم، خشابش یه لاک داره، اونو کردم که اصلا بیرون نیاد. بنابراین تغییراتی توی تفنگ میدن که باعث میشه اون سیستم عالی تفنگ خراب بشه. در واقع هی فیچر اضافه میکنه، هی یه ویژگی اضافه میکنه. شما تفنگ ویژگی نمیخواد، وقتی که کار میکنه کار میکنه دیگه. و اون که خشاب تفنگ رو بتونید در بیارین بزنید سر جا، این ویژگی جالبی نیست. شما فکر میکنید او خیلی جالبه که سریع بشه خشاب رو در آورد پر کرد بذاره سر جا، نه این خوب نیست. خشاب ممکنه بیفته از بین بره یا قشنگ جا نره یا اصلا هر مشکل دیگه پیش بیاد. بهترین تفنگا به خصوص اون تفنگای ماوزری که هنرمندان یا صنعتگران استاد تفنگسازی میسازن، هیچ کدومش خشابش معمولا باز نمیشه، اگه بشه یه لاک محکم زیرش میذارن که اصلا قابل باز شدن نباشه. حالا بهترین تفنگ شکاری تفنگی است که خشابش باز نمیشه، مثل بعضی مدل ماوزر یا مدل R93 از نظر من. حالا اگرم گلنگدن باز بشه باز بهتره یه لاک خیلی محکم داشته باشه که نیفته پایین، چون اگرم باز بشه در کوه و صحرا از دست شما میفته پایین تو گل و لای و اینا کثیف میشه، خاک میره داخلش، اصلا یه حالت بدی پیش میاد. این اصلا خوب نیست که گلنگدن چیز خشاب تفنگ باز بشه. خب آره، برند بلازر بسیار عالی هست، زاور در آلمان همچنین اونم عالی است. بهترین مدلاش زاور 90، زاور 200، زاور 202 و الان دیگه بدترش کردن زاور 404. من ندارم، نخریدم. گلنگدن آلومینیومی اون زامنش رو آوردن بالا کردنش مثل بلازر، چون اونر این دوتا شرکت یکیه. این تغییرات توش دادن که من خوشم نمیاد، بنابراین همون تفنگ زاور 200 یا زاور 202. 202 خورده سنگینه و یا قبل از اون زاور 90، اینا بهترین تفنگ های ساخت زاور هست و مال دهه 70 میلادی، 80 میلادی و 90 میلادی هست. از این به بعد داره دیگه سر پایینی رفته، من زیاد علاقه به این مدل های جدیدش ندارم. همچنین بلازر هم R8 جدیدن تبلیغاتش شدن خودشون اومده یه خشاب جدا شونده مثلا 10 راندی گذاشتن برای بورهانتی که شما بتونید 10 تا فشنگ بدارید، به هیچ دردی نمیخوره، فقط برای رقابت و
کامپتیشن با برند های دیگه کار بسیار احمقانه هست از نظر من. بی نهایت تفنگ عالی بود. R93 حالا یه ذره مثلا ایمپروومنت مثلا توی سایز گلنگدنش یا سیستم سیفتیش میدادن همون کافی بود، هیچ مشکلی دیگه ای نداشت. خیلی خوب، این از برند های آلمانی. مرکل الان کار جالبی نمیکنه، یه برند خیلی معروفی هست، از قدیم هم در آلمان بوده. مرکل شاتگانای خوب میسازه ولی در زمینه تفنگ گلوله زنی حرف چندانی برای گفتن نداره. سری مدل هی ساخته و از چند سال هم میاد مدلاشو عوض میکنه. من مرکل تفنگ گلوله زنی یه مدل دلول داشتم مال قبل از جنگ جهانی دوم بود که فروختمش و دیگه مرکل ندارم، مدل جدیدش و اینا اصلا ندارم. شتایر اونم برند بسیار خوبی بوده ولی اونم درگیر همین سیستم شده. یه بهترین مدلش شتایر لوکسوس هست که مال فکر کنم اواخر دهه 70 میلادی اینا باشه، همه چیش آهنی و فولادی هست و از اون هر چی مدل ساختن هیچ چیزای پلاستیکی بهش اضافه کردن یا تغییر دادن، هی سیفتیشو عوض کردن، هیچ ایمپروومنتی در این تفنگ داده نشده. یه مدل جدید ساخته شتایر به نام شتایر مونو بلاک که من اینو توی نمایشگاه دیدم ولی خودشو شلیک نکردم. کار جالبی کرده که گلوله و لوله و ریسیور یکی هست و این هم سیستم جالبی هست که لوله تفنگ و ریسیور یکی باشه و استابیلیتی نصب دوربین اینا رو بالا بره. خب بلازر چون مستقیما دوربینش روی لولهش نصب میشه آردی این فیچر رو داره و احتیاجی نبود این کار. من حالا اینو من شلیک نکردم ببینم چی هست، ولی مدل جدید شتایر به نام شتایر مونو بلاک خیلی قسمتش هم آلومینیومی هست، استاک جالبی داره، ارگونومیک خیلی جالبی داره. دوست دارم اگه بشه حالا با شلیکم بکنم ببینم چه جور تفنگ هست، ولی به خاطر کووید اینا فکر کنم هنوز تو آمریکا نیومد یا اصلا تولیدش به اون شکل بالا نرفت. این هم یه نکته دیگه. نکته دیگه راجب این که از بهترین تفنگ و بهترین کالیب برای مثلا فلان نمونه شکار چی هست. یه نکته جالب براتون بگم، تفنگ شکاری مثل لباس هست، همونجور که من الان یه لباس پوشیدم و این لباس مطابق فصل هست و مطابق محلی که من میخوام مثلا اونجا کار کنم یا مهمونی برم آدم لباس میپوشه، تفنگ هم همینجوره. یه تفنگ به درد همه جا همه جای دنیا و همه جور شکاری مسلما نمیخوره، بنابراین تفنگ هم این لباس است، بسته به فصل شکار و طرز شکار تفنگ‌های مختلف لازمه. ولی این طور هم نباید باشه که ما 20 نمونه تفنگ داشته باشیم برای 20 نمونه شکار مختلف، نه، دو یا سه مدل تفنگ برای تقریبا همه شکارهای دنیا کافی است. یه تفنگ 22 لازم دارین شما، یه تفنگ کالیبر کوچیک 222 223 22-250 اینا برای شکار کوچیک، تمرین تیراندازی، هدفگیری و این خیلی به آدم کمک می‌کنه که در زمینه تیراندازی تبحر پیدا کن، چون لگد زیاد نمیزنه، دقیق هست و خیلی هم خوب است. پس یه تفنگ کالیبر کوچیک، حالا از 22 ریم فایر تا 222 223 مثل اینا برای شکار کوچیک و تمرین. یه تفنگ کالیبر بزرگ مثل 308 270 36 7 میلیمتر مگنوم، هر کدوم از این کالیبر باشه خیلی فرقی با هم نمیکنه، ببخشید، برای شکار بزرگ و برای مین گان به قول معروف لازمه و این تفنگ اصلی آدم هست. دوربین بزرگنمایی کم، چهار ثابت اگه پیدا کردین پرفکت، تقریبا برای هر شکار کافیه، حالا نبود 1.5 تا 6 3 تا 12 هرچ، ولی همیشه بذارینش روی بزرگنمایی کم و این دوربین هر چقدر که دقیق تر و محکم تر باشه و تعداد ناب ها و تورت ها و تبلک ها و متغیر ها و ایناش کمتر باشه بهتر است. بهترین دوربین هنوز در دنیا ساخته نشده و انشالله خودم اون رو خواهم ساخت. خب این تفنگ اصلی، اگر در منطقه کوهستانی شکار میکنیم بهتر تفنگتون سبک باشه و لولهش هم بیشتر 22 اینچ یا حدود مثلا 60 سانتیمتر بلندتر نباشه، چون میخوره به این بر اون بر. سبک هم از یه حدی سبکتر نه، حدود 3 کیلوگرم وزن خیلی خوبی است با دوربین و همه چی، مثلا بشه 3 تا 3.5 کیلوگرم. این تفنگ خوب است. اگر که در یه مدل دیگه شکار میکنی که مثلا مدلی که در اروپا شکار میکنن، میرن توی یه اتاقکای چوبی بالای درخت یا در یه جایی نصب، همونجا وای میسن تا اون حیوانی که میخوان شکار کنن، رودیر یا هر چی، رد بشه یا گراز بشه شلیک کنه، این همچی آدمی که تفنگشو نمیخواد کول کنه ببره همه جایی، میتونه تفنگ سنگین‌تر استفاده کنه و مشکلی نیست.
ولی کسی که تفنگش رو باید خودش کول کنه و توی کوهستان و دشت اینا با خودش ببره، تفنگ سبکتر ولی نه چندان سبک، حدود 3 تا 3.5 کیلوگرم بهتر است. زیاد هم لازم نیست فشنگ بخوره، 3 تا یا 4 تا حد اکثر تعداد فشنگی که میخوره بس. از زیادیش فقط تفنگ رو سنگین میکنه، هیچ فایده ای هم نداره، آدم پشت سر هم تیر شلیک نمیکنه. پس این هم کالیبر خوب. یه تفنگ دیگه هم اگه باز بستگی، اگه حالا یه شکار خیلی خاصی در نظر هست، مثلا بوفالو یا نمیدونم یه حیوان بزرگ، یه خرس خیلی خطرناک یا هر چی، یا اینکه تفنگی باید باشه که مجبورین در مقابل اون حیوان خطرناک از خودتون دفاع کنین، یه تفنگ کالیبر بزرگ مثل 375 404 اینا، یا اون تفنگای دلول کنار هم 9.3x74، اونا تفنگای خاصی هست که برای شکار خاص استفاده میشه. اونم میشه سومین تفنگی که یه نفر ممکنه میتونه داشته باشه و دیگه مجموعش تکمیل میشه. پس با 3 تا تفنگ یه شکارچی میتونه برای تمام دنیا شکار کنه تقریبا در همه شرایطی که باشه. یه تفنگ مینستریم کالیبر حدود مثلا 270 تا 338 یا کمتر، 300 وینچستر مگنوم، 7 میلیمتر مگنوم، هر کدوم از این کالیبر کافیه. یه تفنگ کالیبر سنگین یا خاص برای شکارهای مثلا بوفالو یا هر چیز بزرگتر اگه کسی بره، یا مثلا خرس بزرگ، خرس سیاه با اون تفنگ کالیبر معمولی هم شکار میشه، مشکل نیست. منظور خرس گریزلی است که من تا حالا همچی شکاری نکردم. خرس سیاه شکار کردم و نزدم، کالیبر 7 میلیمتر مگنوم برده بودم، ولی خرس گریزلی تا حالا من شکار نکردم، مثلا نرفتم. این هم این. مدل تفنگ چی باشه؟ مدل تفنگ میتونه تک تیر باشه، مدل تفنگ میتونه دلول روی هم باشه، میتونه دلول کنار هم باشه، میتونه گلنگدنی باشه. بهترین و مناسب ترین تفنگ گلنگدنی هست که سیستم ریلایبل داشته باشه و باش آشنا باشین. اگر حالا خیلی تبحر دارین و تجربه دارین، میتونین تفنگ تک تیر هم استفاده کنین. غیر از تفنگ گلنگدنی، اگر با تفنگ‌های تک تیر آشنا بشین، مثل نمونه‌های بلازر K95 یا تفنگ‌های مرکل مدل این هست، اینم بسیار تفنگ جالبی هست و شکار باش بسیار لذت بخش. این تفنگ‌ها خیلی سبک هست، مکانیزمش بسیار دقیق هست و سبک خوب، و شما خیلی با اطمینان بیشتری شلیک می‌کنید وقتی که تفنگ تک تیر داره و دیگه نمی‌خواد گلنگدن بزنین، هدفو می‌گیرین شلیک می‌کنی، یا می‌خوره یا نمی‌خوره دیگه. و بعد نگاه می‌کنی اگه شکار فرار کرده، خب اونجا نگاه می‌کنی کجا رفته، بعدا سر فرصت تفنگتون رو خالی میکنین، یه تیر دیگه میذارین، میرین دنبالش ببینین میتونین یه تیر دیگه شلیک کنی یا نه. ولی معمولا سریع آدم حالا به هدفم نخورد نمیتونه تیر دومو به سرعت شلیک کنه در خیلی از مواقع، مگر حالا شکار مثلا گراز که داره حمله میکنه به شما، اینا مثلا یه تیر سریع میزنه. غیر از اون که حیوان در حال حرکت رو با تیر دوم بزنین، حیوانی که یه جا ثابت وایساده اگه فرار کنه تقریبا دیگه نمیشه بهش شلیک کرد در فاصله بیش از 100 متر. بنابراین یه تفنگ تک تیر هم بسیار بسیار تفنگ مفیدی است برای خیلی از شکارها، مثل کل، کوچ و شکار کوهستان بسیار تفنگ مناسبی هست. من تازه شروع کردم به این سمت و 2-3 تا تفنگ تک تیر دارم و حالا انشالله فرصت بشه با شکار کنم. یه بلازر K95 دارم، یه دونه تفنگ شایرینگ دارم 7 میلیمتر مگنوم، یه تفنگ فوکس دارم 243 و 1-2-3 همین، و یه تفنگ دیگه هم داشتم کامبینیشن گام بود که اونو گذاشتم برای فروش، هایم بود کالیبر 36، یه لوله گل زنی داشت، یه لوله شاتگان که دیگه استفاده نمیکن. آها یه نکته دیگه، این تفنگای عجیب و غریبی که آلمانیا درست میکنن تفنگای کامبینیشن گان، حالا تو این چیز فکر نمیکنم عکسش باشه چون بیشتر تفنگای دلول هست، این تفنگایی که مثلا شاتگان و رایفل داره یا مثلا چند تا لوله داره، مثل این تفنگی که عکسش کشته، اینو نگاه کنین. مثلا یه تفنگ هست که 3 تا لوله مختلف داره، یکیش معمولا دابل رایفل هست، یکی کامبینیشن رایفل و شاتگان هست، یکیش 2 تا لوله شاتگان هست. خیلی ایده جالبی به نظر میسه یه تفنگ همه چی شلیک کنه، ولی این خیلی دردسر درست میکنه و مناسب نیست. سوزنی که برای تفنگ گوله‌زنی کار کنه، اون سوزن مناسب شاتگان نیست، احتمال زیاد چاشنی شاتگان رو سوراخ میکنه. یکی از متخصصین شرکت برتا به من گفت، گفتی مناسب نیست، این کار جالبی نیست. حالا تفنگاشو میسازن ولی جالب نیست. بعدم این که آدم شاتگان که معمولا میره تفنگ میکنه، تفنگ خودشون برای شاتگان، مثلا تریگر رایفل با تریگر شاتگان با هم مثلا استایل و سیستمش با هم
خیلی فرق میکنه و اینا قنداق باز شاتگان با قنداق رایفل با هم فرق میکنه، چون طرز ایستادن و شلیک کردن اینا با هم فرق میکنه. این هم ایده جالبی نیست، یه کار تاریخی و هنری هست که شما یه تفنگ درست کنی که هم رایفل باشه هم شاتگان، ولی در عمل جالب نیست و من دیگه دنبال این سیستم نیستم. دریلینگ هم باز چیز جالبی نیست، یه تفنگ تاریخی از آلمانی استفاده میکردن که هرچی بخوان بیا جلو چشمشون باش شوت کنن، ولی در عمل یه دریلینگ که تفنگی هست که دو تا شاتگان داره و یه دونه رایفل، نه شاتگان خوبی هست نه رایفل خوبی هست، بنابراین اونم فقط یک چیز تاریخی هست. هنوز تولید میشه، شرکت مثل کریگوف و بلازر دریلینگ تولید میکنن چون یه حالت جنبه تاریخی داره و آلمانی ها مثلا این مدل تفنگ رو دوست دارن، ولی گفتم باز به دلایل تاریخی از نظر پرکتیکال زیاد چیز نیست. ببینم دارن مثلا تو این نیست، فکر کنم کاتالوگ آمریکایی بلازر هست، دریلینگ توش نیست، تفنگ دلولش توش هست. این تفنگ دلول بود که بلازر یه دوره تولید میکرد دیگه نمیکنه و زیاد هم فروش نکرد به دلایلی که بعدا خدمتون خواهم گفت. دو تا لولهش اومده گذاشتن داخل یه دونه سلیو، بعد اون سلیوهای پیچای تنظیم داشت و این سیستم یه حالت چابی و گنده و یه شکل غیر کلاسیک به این تفنگ داده بود و زیاد جالب نبود. پس اینم ایده خوبی نبود، بلازر تولید این مدل D99 دابل رایفل رو متوقف کرده، ولی الان مدل دریلینگ هنوز تولید میکنه، یه دریلینگ تردیشنال تولید میکنه و یه دونه دریلینگ باک دریلینگ بهش میگه BD14 فکر میکنه که اینم باز تو کشور اروپایی به دلایل تاریخی مورد توجه است، ولی هیچ در آمریکای شمالی، کانادا اینا که شما هر تعداد تفنگ میتونی داشته باشی و شکارهای مختلف جدا جدا میرین هیچ مصرف خاصی نداره. خیلی خوب، فقط خواستم یه ویدیو درست کنم خدمتتون سلام کنم، احتمالاً اون ویدیو ریلودینگ رو حذف میکنم و یه ویدیو جدید و بهتر جاش براتون درست میکنم. روز خیلی خوبی داشته باشین، تا ویدیو بعدی خداحافظ.